درود فراوان بر همه شما سروران عزیز. اجازه بدید من هم در ابتدا تشکر کنم صمیمانه و در حضور همه شما از استاد عزیزم دکتر محمد توکلی ترقی که من آنچه آموختم از ایشان آموختم. امیدوارم که در خاتمه صحبتم آقای دکتر از این اعلامیه که دادم راضی باشن. هنوز بعد در ضمن میخواستم تشکر کنم از زوج عزیزی که حضور همه ما در این کنفرانس در اینجا در واقع مدیون سخاوتمندی این دو نفس عزیز هست. مطلبی که میخوام در موردش صحبت کنم همجور که در برنامه دیدید عنوانش هست بهایی هراسی در اندیشه سیاسی ایرانیان. عمال امپریالیسم، جاسوسان روسیه، انگلیس، امریکا و اسرائیل، مزدوران استعمار، ایادی صهیونیسم، اینها عباراتی هستند که چنان مکرر درباره بهایان ایران شنیده شده و استفاده شدند که ما را از تعریف واژه بهایی هراسی در اینجا بی‌نیاز می‌سازد. در فرصت اندکی که در اینجا برای پرداختن به مطلبی چنین عمده در ایران در اختیار دارم، در ابتدا به بعضی عوامل رفتاری و فرهنگی می‌پردازم که زمینه را برای ایجاد و اشاعه بهایی هراسی آماده ساخته است و تا به حال چندان به آنها توجه نشده. آنگاه برانم که با ارائه نمونه‌هایی از مضامین سیاسی در ردیه‌های عمده ضد بهایی نشان دهم که این مضامین متغیر و دوره‌ای بودند و هستند و هر یک تاریخ مصرف خاص دارند و نیز نشان دهم که پس از غلبه گفتمانی که در آن بهائیان کارگزاران دول خارجه قلمداد شدند از حدود دهه 1320 شمسی 1940 میلادی به بعد، بعضی از مؤثرترین روشنفکران قرن بیستم ایران بی هیچ نگرش منتقدانه‌ای آن را پذیرفتند و به روند غریبه سازی بهائیان دامن زدند. اما پیش از ورود به مباحث مذکور وقت را برای طرح این نکته غنیمت میگیرم که چنان که تحقیقات هاروی کاکس متخصص الهیات نشان داده است، در طول تاریخ افسانه ها و موضوعاتی تکراری در رد ادیان متفاوت با دین غالب هر جامعه بر سر زبانها می افتاده. کاکس سه دسته مشخص در این افسانه ها تشخیص داده است. دسته اول افسانه خرابکاری است که در آن این نهضت ها تنها رویه‌ای ظاهری دینی هستند برای آنچه که در واقع خرابکاری سیاسی است، یا نهضت‌هایی هستند که قوای مدنی را به خطر می‌اندازند. دوم، افسانه انحرافات رفتاری یا جنسی است. و سوم، افسانه تزویر و پنهانکاری که طبق آن به افراد آموزش داده شده که واقعیت را نگویند و دیگران را گمراه کنند. و چهارم، این افسانه که شرکت در این نهضت‌ها اجباری است و کسانی که درگیرند قربانی رهبرانشان هستند. هر چهار دسته این داستان‌ها درباره بهائیان گفته شده و می‌شود، هرچند از مقطعی یکی از آنها یعنی جنبه سیاسی غلبه یافته است. اما زمینه‌های فرهنگی و رفتاری که بسیاری از ایرانیان را برای باور تهمت‌های جاسوسی و ارتباط پنهان بهائیان با دول خارجه مستعد ساخت. بررسی سفرنامه‌ها و خاطرات نوشته شده در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 این نکته را نشان می‌دهد که به دلیل پاره‌ای از تفاوت‌های رفتاری بهائیان با شیعیان، جامعه مسلط مسلمان شیعی ایران نوعی نزدیکی و شباهت بین ایشان و غربیان می‌دیده است. این شباهت‌ها اساسی برای پذیرش بعدی تهمت‌های وابستگی سیاسی فراهم کرده است. به چند نمونه می‌پردازیم. نمونه اول را از ادوارد براون مستشرق انگلیسی نقل می‌کنیم که چون در سفر خود به ایران کت و شلواری به مدل فرنگی اما از پارچه سفید محلی یزد به تن نمود، همراه ایرانی او خندید و گفت که حالا مردم میگویند که تو بابی شده ای. دکتر نگار متحده در تحلیل این واقعه می نویسد که همراه ایرانی براون در رنگ سفید لباس مرد فرنگی غریبه داخلی ایران را به یاد می آورد. 2 دهه‌ای بعد مورد دیگری ثبت شده که باز وجود ارتباط بین بهائیان و غربیان در ذهن ایرانیان را نشان می‌دهد. 2 دهه‌ای بعد مورد دیگری ثبت شده است که باز وجود ارتباط بین بهائیان و غربیان در ذهن ایرانیان را نشان می‌دهد. هنگامی که ویلیام مورگان شوستر امریکایی در سال 1911 به انتخاب مجلس دوم مشروطه برای اصلاح اوضاع مالی به ایران آمد، چند هفته‌ای پس از ورود شایعاتی شنید مبنی بر اینکه امریکاییان بهایی هستند و برای ترتیب امور مالی نیامده‌اند، بلکه به ایران آمده‌اند که دینشان را ترویج کنند. به دنبال آن وزیر مالیه توجه شوستر را به این موضوع جلب کرد و از وی خواست که مستخدمینش را اخراج کند، چه که همه‌شان بهایی هستند. شوستر در جواب او نوشت که امریکاییان همراه او بهایی نیستند و او فکر می‌کند جای آن نیست که حکومت ایران یا مردم کاری به اعتقادات مذهبی آنها یا کارکنانشان یا رنگ کراواتشان داشته باشند. او اضافه می کند که اگرچه این آخرین باری بود که چیزی رسمی در این باره از حکومت شنید، شایعه مذکور همچنان از جانب عواملی که با کار او در ایران مخالف بودند پخش می شد. آنچه شوستر ثبت کرده است البته نکات بسیار دارد. آنچه در اینجا مورد توجه است آمادگی اصحان برای پیوند زدن خارجیان و بهائیان است با هر انگیزه‌ای که این شایعه به راه افتاده باشد. جالبان است که همین شرح شوستر در نوشته‌های بهائی ستیزانه سالهای اخیر به عنوان سند نشان دهنده ارتباط سیاسی پنهان بین بهائیان ایران و آمریکاییان ذکر شده است. شاهد دیگر بر وجود نوعی ارتباط بین بهائیان و غربیان در اندیشه ایرانیان در شرح زندگی احمد کسروی آماده است. در سال 1295 شمسی مطابق 1916 میلادی کسروی کاری در مدرسه امریکاییان گرفت تا فرصتی برای آموختن زبان انگلیسی داشته باشد. بنابر قول او ملایان وی را گفتند وی برای خواندن درس بابی به آنجا رفته است. چنانکه کسروی خود در جای دیگر روشن کرده است، در آن زمان بابی می گفتند و مقصودشان بهایی بود. همین چند شاهد این ادعا را تایید می کنند که ایرانیان نوعی نزدیکی، شباهت یا پیوند بین بهاییان و غربیان می دیدند. عامل اصلی این پدیده را باید در تفاوت‌های رفتاری بهائیان و شیعیان دید. از جمله این تفاوت‌ها می‌توان به رفتارهای ناشی از عدم اعتقاد بهائیان به مفهوم نجاست بعضی اشیاء و افراد، تساوی میان زن و مرد، تأکید بیشتر بر تربیت و آموزش دختران در خانواده و تشویق بر معاشرت با همه اهل ادیان ذکر کرد. به این لیست می توان نکات دیگر از جمله تشویق عبدالبها بهائیان را بر آموختن زبان انگلیسی و آشنایی با موسیقی و تقریباً از ابتدای قرن بیستم سفر تنی چند از بهائیان ایرانی به غرب و تنی چند از غربیان به ایران را اضافه نمود. تفاوت‌های رفتاری مذکور گاه مستقیما نیز به بروز خشونت علیه بهائیان منجر می‌شد. برای مثال بنابر قول عبدالحسین آیتی که با واقعه بهائی کشی سال 1903 میلادی مطابق 1321 قمری در اصفهان و یزد که در ضمن در همین جلساتی که تا کنون داشتیم مورد اشاره دو تن از ناطقین عزیز، یکی دکتر کریمی حکاک دیروز و یکی دکتر کاظمزاده امروز قرار گرفت این واقعه بهائی کشی در 1903. آواره در شرح این وقایع از دلایل شدت این کشتارها در یزد را نشست و برخاست بی‌محابای بهائیان با زردشتیان در آن شهر و قرای آن ذکر می‌کند، رفتاری که از دیدگاه شیعیان آن زمان مردود و غیر قابل قبول به شمار می‌آمد. تفاوت‌های رفتاری مذکور جلب توجه بعضی غربیانی را که در اوایل قرن بیستم مدتی در ایران اقامت داشتند نیز نموده است. ناپیر مالکوم کشیش امریکایی که 5 سال از 1900 تا 1905 در یزد بوده است در سفرنامه خود می نویسد بهائیان معتقدند دیانتی دارند که آنها را قادر می سازد با خارجیان بدون ناراحتی و رنجش خاطر برخورد کنند. آنها حق دارند چنین فکر کنند، چه که زنانشان را در پرده نگاه نمی دارند، غیر مؤمنان را نجس نمی شمارند و از شیعیان در احترام به دیگر انواع ایمان پیشی می گیرند. میسیونر دیگر مذهبی دبلیو سنت کلر تیستال که در 1906 در ایران بوده شبیه همین مشاهدات را با تأکید بر موضوع زنان داشته است. او می نویسد بهائیان در دیدگاه‌هایشان راجع به آموزش و پرورش زنان آزادی خواهترند و بعضی زنان بهائی مورد احترام بسیار اعضای این فرقه هستند و بعضی از آنها مبلغین فرقه خود شدند. اما تفاوت‌های رفتاری تنها دلیل پیوند زدن بهائیان و غربیان در ذهن مردم نبود. عامل دیگر بهائی شدن بعضی غربیان بود. در این مورد نیز خاطرات نوشته شده در دهه‌های آغازین قرن بیستم شواهدی به دست می‌دهند که این امر یعنی اقبال غربیان به پیامبر ایرانی با نوعی ناباوری، شک و ابهام در ذهن ایرانیان مسلمان همراه بود و برای غلبه بر این حالات به دنبال توجیه و توضیحی بودند. برای مثال خاطرات شاهزاده قاجار، قهرمان میرزا سالور عین السلطنه گویای دلمشغولی او با این موضوع است. عین السلطنه که از طریق یکی از آشنایانش شماره‌هایی از مجله بهائی دوزبانه نجم باختر را دریافت می‌کرده است، در چند جا از خاطراتش در سال 1912 به این مطلب پرداخته است. در جایی می نویسد که لامذهب‌های دنیا که اکثر در امریکا زندگی می کنند خودشان را به چنین نامی یعنی بهائی درآوردند، اگر نه چطور یک آمریکایی که نه عربی می داند و نه فارسی اسلام را قبول می کند و بهائی می شود. به اضافه می کند که این حکایتی است ورای درک او. در جای دیگر چون خبر مسافرت عبدالبها به اروپا و امریکا را در نجم باختر می خواند، مذاکراتش را با یکی از دوستانش در این باره نقل می کند و تأکید او را که عین السلطنه نباید از بهائی شدن آمریکایی ها تعجب کند چون در آن مملکت هر نظری طرفدارانی می یابد. اگر عین السلطنه به دنبال دلیل بهائی شدن غربیان می‌گردد، یکی دو دهه بعد از او آیت الله شیخ محمد خالصی زاده که آقای دکتر کاتوزیان در نطقشون اشاره کردن به ایشون، آیت الله شیخ محمد خالصی زاده انکار موضوع را راحت تر می‌یابد، چنان که در شرح مناظره او با یک بهایی که با عنوان مبلغ بهایی در محضر آیت الله آقای شیخ محمد خالصی زاده آمده است، بهایی شدن ماری ملکه رومانیا را ادعای بیجای بهاییان محسوب می‌کند. نکته‌ای که به هر حال دل مشغولی او را با این مطلب نشان می‌دهد. مضامین سیاسی در ردیه‌های ضد بهایی پیش از دهه 1320 شمسی و 1940 میلادی کمیاب اما موجودند. اگر با نگاه دقیق این مضامین را در میان انبوه مواضع دینی و اعتقادی و نیز موضوعات مربوط به عفت و عصمت جستجو کنیم، رگه‌های نازک از این مضامین می‌یابیم. آنچه چشمگیر است تفاوت محتوای این مضامین در زمانهای مختلف است. تنها جنبه مشترک میان آنها منفی و هراس‌انگیز نمودن نقش بهائیان است. محتوای آنها اما گسست و تحول را نشان می‌دهد. برای نشان دادن سیر تحول و تغییر در این مضامین توجه خاص به آنچه سید جمالالدین افغانی در این باره نوشته است لازم می‌گردد. سید جمال در حقیقت مذهب نیچریه و بیان حال نیچریان که در سال 1881 نوشت، بندی را نیز به بهائیان اختصاص داد. وی که در بحث از نیچریان یعنی ماتریالیست ها از فقدان اصول اخلاقی در نزد ایشان صحبت می‌راند، ایشان را از این لحاظ مشابه باطنیان می‌خواند و در این زمینه به یاد بهائیان می‌افتد و ایشان را همان اصحاب علموت می‌داند که می‌جنگند و خون خلق را می‌ریزند. در همان سال در مقاله‌ای در روزنامه مصر که به عینه در دائره المعارف پتروس بستانی ذیل مدخل بابیه چاپ نمود، بابیان یعنی پیروان بهاءالله را که او همچنان بابی می‌خواند، به عنوان عناصری مخالف نظم حاکم، ناراضیان سیاسی و اجتماعی و خطرناک برای حکومت معرفی می‌کند. نکته بسیار جالب توجه آن است که در نوشته‌های این نماینده بزرگ مبارزه با استعمار در زمان خود کوچکترین اشاره‌ای به تهمت وابستگی خارجی نسبت به بهائیان وجود ندارد و این در حالی است که سید جمال درباره سید احمد خان هندی در همون رساله نیچریه چنین نوشت که او را امپریالیسم انگلیس برای ایجاد تفرقه بین مسلمانان به ارائه نظرات اصلاح طلبانه در اسلام برانگیخته و مسلمانان را به از دست نهادن ارق دینی و وطنی خوانده. اینکه سید جمال با آنکه هیچ دوستی با بهائیان نداشت، به هیچ روی ایشان را وابسته به دول خارج نمی‌خواند و نمی‌دانست، علاوه بر آنچه رفت از این نکته نیز آشکار است که دو سه سالی بعد از انتشار این مقالات وی شماره‌هایی از نشریه ضد استعماری خود عروة الوثقی را یا به قصد دلجویی از آنچه علیه ایشان نوشته بود و یا به نیت جلب همکاری ایشان با خود برای رهبر بهائیان به عکا فرستاد. باری با همه نبود چنین دیدگاهی درباره بهائیان در نوشته‌های سید جمال، پیروان او در دهه‌های بعد آنچه را او درباره سید احمد خان هندی گفته بود چون الگویی برای وابسته خواندن بهائیان به نیروهای استعمارگر به کار گرفتند. در سیر تحول تهمت‌های سیاسی وارد بر بهائیان، ردیه میرزا محمد مهدی خان زعیمالدوله تبریزی، روزنامه نگار ایرانی در مصر، با عنوان مفتاح باب الالباب که در سال 1903 میلادی یا 1321 قمری در مصر به عربی نوشته شد، گویای نکات بسیاری است. این ردیه خصلت گسسته، تحول پذیر و دوره‌ای مضامین سیاسی علیه بهائیان را به خوبی نشان می‌دهد. زعیم‌الدوله ظاهراً اولین کسی است که اصطلاح دین سیاسی را درباره آیین بهایی به کار گرفت، اما با مفهومی هنوز متفاوت با مضامین جاسوسی و وابستگی خارجی متداول در ردیه‌های چندین دهه بعد. زعیم‌الدوله که بسیار ارادتمند سید جمالالدین افغانی بود، در ابتدای رساله مفصلش مقاله بابیه سید جمال در دایره المعارف را به عینه درج می کند و سپس با چاپ گزیده هایی بعضاً دستکاری شده و خارج از زمینه اصلی از نوشتجات بهاءالله در پی اثبات آن است که بهائیان همانگونه که سید جمال نیز گفته بود برای حکومت، در اینجا حکومت عثمانی وقت که زعیم‌الدوله قصد تحریکش بر علیه بهائیان را دارد، خطرناکند. مراد زعیم‌الدوله از دین سیاسی چنان که از عمده متن او برمی آید این معنی ناراضی سیاسی و بالقوه مخرب نظم است. اما کتاب او نکته های بیش از این هرچند گذرا، مختصر و در مقایسه با حجم کتاب ناچیز دارد. در جایی واقعی را که بعدها به عنوان بزرگترین شاهد وابستگی بهائیان به روسیه در ردیه ها به کار گرفته شد، ادعای باطل بهائیان برای بزرگنمایی خود می داند و می نویسد اعتمادی به قول آنان نمی باشد، به قول و آنان مقصودش بابیان یا بهائیان هست، که می گویند تبعید زعمای بابیان و نجات آنها از کشته شدن نتیجه وساطت دولت روس بوده، زیرا مقصود آنها از این انتشارات مغرور ساختن مردم عوام به عزت و عظمت مقام و منزلت خودشان می باشد. مترجم کتاب حجت الاسلام شیخ حسن فرید گلپایگانی که آن را نزدیک به 60 سال بعد در فضایی پس از رواج اعترافات دالگورکی و جا افتادن تهمت جاسوسی بهائیان ترجمه کرده، در حاشیه این صفحه گفته نویسنده را به نظر خود تصحیح کرده می نویسد چه استبعادی دارد که سفرای روس و انگلیس زعمای حزب بهایی یا عمال خودشان را حبس و حراست نموده و از کشتن نجات داده باشند. مسلم قضیه همینطور بوده و خوشبختانه خود بهایی ها هم به این حقیقت اقرار و اعتراف کردند. یعنی با فاصله چند دهه آنچه ادعای عظمت و عزت شمرده میشد تبدیل به اقرار و اعتراف گشت. دو اشاره گذرا در کتاب زعیم‌الدوله آنچه را پیش از این درباره تأثیر ارتباط بهائیان با خارجیان در فراهم آوردن زمینه یا بهانه برای رواج تهمت وابستگی سیاسی ایشان به دول خارجه گفتیم تأیید می کند. زعیم‌الدوله سفر مبلغین بهایی به قفقاز و ساخته شدن معبد بهایی در اشقاباد را دلیل تقویت بهائیان توسط دولت روس می‌داند. جالب اما آنکه او به هیچ وجه از دست نشاندگی روس و یا جاسوسی بهائیان برای روسیه ایشان را نتیجه نمی‌گیرد. وی تنها 2-3 سطر در کتاب 304 صفحه خود بنابر نوع چاپ به آن اختصاص می‌دهد. نکته‌ای که گویای عدم اهمیت مطلب در آن زمان برای نویسنده است. سفر مبلغین بهایی ایرانی به مصر و آمریکا هم جلب توجه او را نموده و مفصلتر به آن پرداخته. ذهن زعیم‌الدوله نیز درگیر موضوع بهایی شدن غربیان و یافتن تعابیری برای آن است. او که به احتمال زیاد از سفر اولین دسته های بهاییان غربی به فلسطین برای دیدار عبدالبها و آرامگاه باب و بهاءالله تنها چند سالی پیش از نگارش کتابش خبردار شده است، درباره ساختن آرامگاه باب می نویسد که عبدالبها چون اراده داشت که کیش خود را به حمایت دولت امریکا تقویت کند شروع به ساختمان برجی کرد. به نظر می آید منطق زعیم و دوله این بوده است که اگر خارجیان با تحمل مشقت راه از امریکا به این مکان می آیند، پس ساختن این آرامگاه جز برای جلب حمایت دولت امریکا نبود. درباره باهایی شدن آمریکایی ها ناباورانه می نویسد: باهایی ها می گویند آنها صدها و هزارها نفر از آمریکاییان را به کیش باهایی وارد کردند، ولی گفتار آنها مورد اعتماد نیست. اگر مضامین سیاسی مذکور در ردیهای قدیمی تر به شرحی که گفتیم نادرند، چنان که دکتر محمد توکلی در سخنرانی خود روشن ساختند، کما بیش در دهه 1320 قمری 1940 میلادی با چاپ و پخش گسترده اعترافات کینیاز دالگورکی، جلدت با بهاییان از مبانی دینی به مطالب سیاسی تبدیل شد. ردیه ها به جای آنکه چون سابق به امور کلامی بپردازند، آیین بهایی را ساخته قدرت‌های استعماری برای فروشکستن وحدت دینی شناساندند. اعترافات دالگورکی با همه کودکانه بودنش در ساختن گرد روایتی که حقایق تاریخی آیین‌های بابی و بهایی را به حاشیه راند، چنان موفق بود که حتی بعضی از شاخصترین روشنفکران قرن بیستم ایران نیز آن را منفعلانه پذیرفتند و بیشتر رواج دادند. از میان ایشان دو نمونه در اینجا مطرح می شوند: جلال آل احمد که شاهد دیگر در پیش روی ما می نهد از اینکه چگونه تفاوت‌های رفتاری بهاییان پیوند دادن ایشان با غربیان را موجه می نمود، و دیگری احسان طبری، نماینده پذیرش الگویی که اعترافات دالگورکی آفرید. در سال 1345 مجله راهنمای کتاب مقاله‌ای از جامعه شناس شاپور راسخ درج نموده بود که طی آن نویسنده به طور گذرا به جهانگیر شدن دو جنبش مهم مذهبی ایران اشاره‌ای نموده بود، بی آنکه ذکری از نام بابی یا بهایی کند که البته در آن صورت مقاله اجازه انتشار نمی‌یافت. با این همه همان اشاره کوتاه و گذرا مرحوم آل احمد را چنان به خشم آورد که نامه‌ای شدیداللحن خطاب به زنده یاد ایرج افشار، مدیر مسئول آن مجله، نوشت و به طعنه گفت: خواهش میکنم یک شماره مخصوص در اختیار اصحابنا بگذارید تا علنا از مذهب جهانگیرشان دفاع کنند، و اصلا چرا پیشنهاد نمی کنید که یک کرسی بهایی شناسی در مؤسسه تحقیقات علوم اجتماعی دایر کنند؟ و بر راسخ تاخت که چگونه جرأت می کند مذهب سازی بسیار خصوصی و بسیار دربسته، بسیار قرتیساز و زداینده اصالت‌های بومی را مذهب جهانگیر بنامد. خشم آل احمد و محتوای کلام او از بسیاری جهات قابل بررسی است. مثلا اینکه او در حال این آیین را در بسته و خصوصی می‌داند که خود حتی اشاره‌ای بر آن را در یک نشریه برنمی‌تابد. اما در اینجا به مناسبت مقال تاکید بر دو نکته دیگر می‌رود. یکی اینکه او آیین بهایی را زداینده اصالت‌های بومی می‌داند، و دیگر خروشی که در پاسخ به اشاره به گسترش این آیین برمی آورد. برای آل احمد و نسلی از روشنفکران دهه‌های 1340 و 1350 شمسی که از او تأثیر پذیرفتند، حفظ سنت‌های بومی تنها با بازگشت به اسلام شیعی ممکن بود. اصالت‌های بومی برای آل احمد چیزی جز شعائر شیعی نبود. پس بهائیان که آیین دیگری داشتند، به هر حال زداینده اصالت‌های بومی محسوب می‌گشتند. و واژه قرتی نیست که برای ایشان به کار می‌برد، بنا به تعریف خود او یکی از عوارض درد بزرگتر غرب‌زدگی است. در جلد دوم در خدمت و خیانت روشنفکران، آل احمد پس از گفتن اینکه روشنفکر ایرانی در فضای حیاتی محیط بومی نمیتواند نفس بکشد، از به گفته او بهاییگری به عنوان اولین پاتوق روشنفکران یاد میکند که ایشان به دلیل بریدگی از مردم به آن پناه بردند. برای آل احمد بهائیان نه پاره‌ای از مردمند و نه جایی در محیط بومی دارند، چه که از دیدگاه او ایشان فقط قناعت ورزیدند به موضع‌گیری در مقابل روحانیت، غافل از آن که استعماری هم هست. جالب آنکه چندین دهه بعد از عین السلطنه و آیت الله خالصی، وی همان نوع ناباوری و عدم تحمل را درباره بهایی شدن غربیان دارد. او می‌نویسد: بهاییان گفتند همه امریکاییان بهایی‌اند و آن را لافی می‌داند که این حضرات یعنی بهاییان در غربت می‌زنند. آل احمد خوب می‌داند که بهاییان مدعی بهایی بودن همه آمریکایی‌ها نشدند، اما عدم تحمل خودش را از اقبال غربیان به امر بهایی با گذاشتن این حرف در دهان بهاییان موجه جلوه می‌دهد. راستش این است که ایمان و سرسپردگی غربیان به پیامبر ایرانی با تصویری که آل احمد در پی تحکیم و رواج آن است، یعنی عمال امپریالیسم بودن بهاییان، نمی‌خواند. بنابراین آن را به شکلی که همراهی و تایید خواننده را به بار آورد بیان می‌کند. احسان طبری، روشنفکر مارکسیست ما، در ضمن شرح جریانات بدعت و الحادآمیز از کیش بهاییگری نام میبرد. او مینویسد: عقاید بهاییان بر اساس اصل اخوت عمومی افراد بشر و نفی تعصب است. به ناچار بهاییه با مبارزه اجتماعی، مخالفت با دولت، نبرد طبقاتی، قیام و انقلاب و جنگ مخالفند. این توصیه صلح کل در واقع به توصیه انصراف از نبرد طبقاتی می انجامد. وی سپس این عقاید به قول او ضد انقلابی را در کنار دوری بهائیان از مذهب مسلط در کشور و وجود مراکزی از آنها در آمریکا و اروپا و کیفیت نیمه مخفی کار آنها و همبستگی درونی آنها از عواملی می‌داند که به شایعات در باب رابطه محافل بهایی با امپریالیسم انگلستان و آمریکا مایه می‌دهد. پس از تصریح بر این که نمی‌توان هر بهایی را یک عامل بیگانه دانست، با عباراتی حاکی از قطعیت ادراک خود که کمتر محقق جدی جرأت به بیان آوردنشان دارد، می‌نویسد: ولی در وجود رابطه مابین مراکز عمده بهایی با محافل امپریالیستی تردیدی نیست. و آنگاه علنا تنها بر مبنای گمان خیش می‌نویسد: می‌توان حدس زد که سازمان‌های جاسوسی امپریالیستی از قبیل سیا و اینتلیجنس سرویس از سازمان‌های بهایی برای مقاصد خود استفاده می‌کنند. در کدام مورد دیگری نویسنده‌ای چنین آشکارا از حدس و گمان خیش حکمی چنین سنگین بر علیه گروه کثیری روا می‌دارد؟ گفته‌های طبری از جهات مختلف قابل بررسی است و شایسته رفع اوهام، اما تأکید من در اینجا تنها بر آن است که دو خصیصه جهانی بودن و نیز داشتن سازمان اداری منظم یا با سبب ایجاد توهم ارتباط سیاسی پنهان با دول غربی است یا بهانه آن است. برای یک عضو حزب توده، تشکیلات سازمانی به منزله وسیله اتصال با کشور محبوب مادر خود است. پس تشکیلات کاملا انتخابی، آزاد و دوره‌ای اهل یکدین بی تردیدی از عمال امپریالیسم است. خلاصه آنکه تهمت‌های سیاسی وارد بر بهائیان در دوران مختلف ساخت و بافتی متفاوت داشتند، تا بدانجا که تفاوت‌های این تهمت‌ها از شباهت‌هایشان بیشتر است. تهمت جاسوسی و وابستگی خیانتبار خارجی که از 7 دهه قبل گفتمان چیره بهائی سازی در ایران شد، عمدتاً حاصل انتشار گسترده خاطرات دالگورکی بود. در اوج خارجی هراسی در ذهن ایرانیانی که به قول زنده یاد شاهرخ مسکوب خاطره 100 سال تحقیر استعمارگران را با خود داشتند، راحت ترین طریق منفور ساختن بهائیان در بین خلق پیوند زدن ایشان با استعمارگران بود. تفاوت‌های رفتاری بهائیان در بسیاری زمینه‌ها که حاصل اجرای تدریجی احکام و تعالیم بهائی بود و نیز ارتباط ایشان با بهائیان غربی، علت شبیه دیدن ایشان و غربیان و فراهم کننده زمینه پذیرش افسانه عمال استعمار بودن ایشان را فراهم آورد. فراموشکاری عامدانه نوشتجاتی از بهاءالله و عبدالبها که بر خطر غلبه خارجی برای استقبال ایران و خدمت و اشاره دارند و بر خدمت به وطن تاکید می کنند از وجوه آشکار این فرایند بود. تنها راه برای غلبه بر بهائی هراسی مثل درمان هر هراس دیگر نزدیک شدن، شناخت، آشنایی و نشست و برخاست با یکدیگر است.